سلام بچه حالتون چطور؟ فرض اصلا دفیش چی باید کانال یوتیوب من خوش اومدید. آقا نشسته بودم داشتم کامنت ها رو میخوندم، نمی چند نفر نوشتن چرا از آکواریوم خود روم تور نمیذاری، مثلا ویدیو نمیذاری از آکواریوم که تو خونه داری. منم گفتم راست میگی، چرا نمیذارم، بذار از آکواریوم که تو خونه دارم تک تک ویدیو بگیرم، ماهیاشو معرفی کنم، ماهیاشو غذا بدم و ببین چه غذایی میدم، ببین چی نگهداری میکنم. قبلش چی بگم، من حالا به خاطر حالا این مشغله هایی که هستش، وبسایت و نمیدونم حالا کار دیگه که هستش، تو خونه حقیقتا نمیتونم زیاد آکواریوم نگهداری کنم، سر همین فقط 6 تا دارم و اومدم تا اونجا که میتونستم ساده کردم، یعنی ماهیای نگهداری کردم و دکورای نگهداری میکنم که برام راحت باشه مینتیننسشون، نگهداریشون، سیفونشون، اینجور داستانا که اذیت نشن و ماهی هم اذیت نشن. سر همین داستان بریم ماهی ها بهتون نشون بدم که من چه استایلای نگهداری میکنم و چیا بهشون میدم و حالا توضیحات روی ویدیو بهتون بگم. پس بزنم اکواریوم بچه ها، این اکواریوم مالاویه، سیکلیدای مالاوی، اینو فکر کنم 20 روز هم نیست، نه یه ماه ستاپ شده. سر همین هنوز اون شفافیت کاملی که من دوست دارم و نداره و خیلی خیلی آرزم به خدمتتون که بهتر قراره بشه. ماهی هاش چه ماهی هایی؟ ماهی هایی مثل دیماسونی میبینین، دیماسونی هم خیلی رنگشو دوست دارم بچه، میبینی اصلا رنگاشون خداست. هنوز هم میبینی چون تازه من تو آکواریوم میکنم استرس هم آبم به خاطر این شنا، من یکم تنبلی میکنم، این شنا رو باید میشستم، این شنا خیلی کثیفه، من همچنین نشسته ریختم چون واقعا تنبلی میشه، تنبلی اومد و حسابی اینا آکواریوم رو هر از گاهی اینا تکون میخوان کثیف میکنه. اینو ببینید، اینا ماکرو هن و این ماکرو، اینم خداست، یعنی آب رنگو کلا رنگاشو نها کن، فوقلاده است رنگاشون، رو بهترم میشن. این بمب هوا هم نباید اینجا باشه، من فعلا گذاشتم آکواریوم تازه ستاپ شده دیگه و اینم که کاکاشی سنسر ببخشه باز میخوام، اینم اسمش هم رفت تو اسپیریت دوی بگید کاونشی، کاونشیه. بذار لامپای خونه رو خاموش کنم، همه لامپای خاموش ها. خب و 22 تا دیماسونیه، 10 تا ماکروه. حالا خیلی هم مثلا چرا دیماسونی و ماکرو با هم نگهداری میکنه، به این دلیل که دیماسونی خیلی پوفیوسه، یعنی ماهی واقعا مادره ماهی واقعا هم سرویسیه و یه نره خیلی خفن و اینا میزنن هم دیگه رو. سر همین داستان بقیه مالاوی رو چون میزنن، من دیماسونی با ماکرو نگهداری میکنم چون ماکرو هم خودش پر روه. یه دونه ماهی دیگه به اسم خوبی داره، مانگانو، این مانگانو، این اشتباهی هم فکرم دیماسونی گرفتم اومدم خوردم مانگانو و این از این آکواریوم. فیلترش هم که یه فیلتر سطحیه با به هوا هم داره، فیلتر سطحیش هم این زیر نشانه کن بدم، این فیلتر سطحیش بخاری هم نذاشتم براش، گرمه چیزش بودم نمیشه. من کلا بخاری تو آکواریوم، تو 6 تا آکواریوم یه آکواریوم بخاری داره. این بدم که حالا یه سری غذا مزا اونجور چیز هست. خب غذا بهشون چی میدیم؟ بذار یه پایه بیارم بذارم ببینید. خب تا شما دارید میبینید در مورد غذا زیاد سختگیر نیستن کلا، مثلا من غذاهایی که بهشون میدم کوشش قرص اسپولینا بهشون میدم هر از گاهی و یه غذا هست این وایتلیتی اند کالر تروپیکال، الان من بستش فله بردم تو خونه استفاده میکنم، اینا برای رنگ و ایناشون عالیه. چقدر زیاد ریختم تو ویدیو جفتیش. آها چند تا ماهی دیگه این تو هست، ببینیم خوش شانس باشیم اونا غذا فکر میکنه زیاده. چند تا جارو برقی این تو هست، اینا دیوونه. اینو چیت نگاه میکنه به غذا با اصرات منو موضوع میخوام. خب اگه نورو کم کنم اونا میان بیرون. چند تا چیز توشه، چند تا از این کتای دوایدید و کتای خفن که اگه اومدن بیرون نشون میدم. شما فعلا غذا خوردن اینا ببینید، حتی اونا که آها دیدم این یکیشونه، ببینید چه خاکی گرفته روش، فسیله. دومشو ببینی، اینا عاشق این غذای رو زمینه، ببینی مثل جاروبرقی. یکیش اومد بیرون،
نمیشه گرد و خاکی بلند میکنه، اینا کسافت میزنن. با یه 2 ماهی باید این فیلتر کار کنه، وقتی شنو نشوری دیگه باید تاوانش هم بدی. خب این اکنون اول دیگه غذا رو میگم، دوربین دستم بود، جویشون یا عالم غذا ریختم، ولی نمیخورن اینجا رو برگه اینجا دمتون نباشه. میخورید ماهی دیگه توش نیست، یعنی عملا 3 تا 1 2 4 تا گونه ما، 4 تا نژاد مختلف ماهی توش هستش. بریم اکنون بعدی. خب ماهی بعدی بچه ها ایشونه چنگیز خان، که یه لوماروه برنوه و همطور که میبینیش پترن خدا چش قرمز بیعصا اوشاخلاری و تنها تک و تنها، به خاطر اینکه آدم بی اخلاقیه هیچ کسی تعاملش نمی کنه، تنها توی اکوارم داره زندگی میکنه، حدودا انقدر و اکوارم که توشه 60 سانت و الان بهتون میگم که چرا تو این آکواریومشون داره زندگی میکنه. خب حالا شبه این فیش کیپر تو که این همه میای ویدیو میذاری، چرا یه چانای انقدی رو اومده گذاشتی توی آکواریوم 60 در 60 در 60؟ به این دلیل که این چانا بچه من یه روز این آکواریوم که اصلا توش ماهی های لبشور من بودن، یه روز من مغازه دیدم این چانا توی آکواریوم انقدی اینطوری سرش به یه برگیره، یعنی انگار منو اینطوری تو این آره این کار خب هیچ تکونی هم نمیتونه بخوره. و خلاصه داستان گفتم این مالی که بچه گفتم آره مشتری آورد اینجا داستانا، سر همین داستان من گفتم گناه داره اینجا. بعد این آکواری این انقدی نبود خودش، یعنی گفتم 10 سانتی کوچیک‌تر بود، من همه ماهیا رد کردم اینو تنها گذاشتم اینجا که جاش کم باسته بشه، گفتم موقت اینجا باشه تا حالا استودیوش رو بچه‌ای که برش می‌داره. بعد آقا یهو ما به این وابسته شدیم و گیرش افتادیم و الان در حال حاضر آکوارم که نمیتونم بزرگ کنم، جاشو ندارم، وقتش هم ندارم و دیگه خلاصه داستان 2 میلیون تومان پول بابت این دادم. یعنی گفتم که بچه‌ها اینو مشتری آورده اینو بدم برش داشتم دیگه. 2 میلیون ماهی گفتم، ماهیایی که داشتم پولیای مختلفی آدم ماهی داشتم بیشتر از 2 میلیون هم بود، فقط اون پول تایگر هم یک خورده پولش بود و گذاشتم اینو آوردم که اینجا باشه و الان حالا فعلا گیرش افتادیم دیگه. اگر کسی پیدا کنم که آکوارم بزرگ داشته باشه و بتونه ازش نگهداری کنه و منم ایده بهتری به ذهنم بخوره برای این آکواریوم، که ایده که میخوره دلت بخواه ایده میخوره، وقت نگهداری زدن مهم نیست، زدن رو خیلی هم میتونن آکواریوم زدن خیلی راحت میتونی انجام بدی و ولی نگهداریش مهمه که بتونی خوب نگهش داری و منم به خاطر تایمم مجبورم اینطوری فعلا با این مدل استایل ماهیا که دوستشون دارم البته سر کنم تا ببینیم چی میشه. بریم چنگیز هم غذا بدیم و اگه کسی احساس کنه میتونه چنگیز نگهداری کنه اسم دایرکت اینستاگرام دایرکت بده یا اینکه بهم تو کامنت بذاره تو یوتیوب. بریم غذا بدیم. بشه غذایی که من به چنگیز میدم بچه این بستش. خب این غذای Natural Fish Food Super Shrimp که البته اینو بچه رو سایت من گذاشتمش، میتونید تهیه کنید تو سایت من تترا آکوا دو تایار میذارم لینکش رو زیر من دارم. خب به این صورت میگوه پوسکنده است خب و هیچ چیزی نداره، یعنی هیچ چیز اضافی نداره، میبینید کاملا یعنی خشک نیست، این البته گوشتی داره و چنگیز هم که میبینید دیوونه شده یعنی چنگیز قصد. خب فقط یه داستانی داره این میپره بیرون و نمیدونست من هنوز هیچ کار نکرده این آماده پرش میترسمش قدر خیلی بیعصابه تو دهنش وقتی اینطور تکون میخوره یه داره میجوه بقیش رفت پایین، برو خود پایین پیدا کن. برو پایین دیگه نگاه میکنه دیدش نه اونو منو نگاه نکن پایینه اینا هم نشون میدم آه آفر نکن راهو باید بهش نشون میدم آه اینو میخوای خواهر بخواه خیلی خوش رنگه خیلی این رنگ نبوده
من هم غذای تقوی رنگی بهش ندادم. بده خب اینجا تنهای دیگه. اینا آب راکت و بلک وادر و کثیف و کلا مارا به گفته الیاس دوست دارن. خب اینم از شنگیز، بریم بعدی هم ببینیم تا شنگیز داره خودی نشون میده. تو این سه تا آکواریوم، خب این مالاوی که نگهداری خواست نه، الان غذای خوبم که من دلت بخواد دارم بهشون میدم. چانا هم که خیلی راحت، فقط اون بحث حالا جا و مکان، خون و مکان. و حالا آکواریوم بعد، این آکواریوم صدفزی است. ای یادتون باشه قبلا این آکواریوم پلنت بود، ولی خب من حتی اینجا وسایلش هم دارم، اینجا کپسول و مکسوله. خب ولی خب من خسته شدم حقیقتا، هر از وقت نمی‌کردم برسم تایم نورده اینجا داستانا، اومدم صدفزی ریختم که شما دیده بودین دیگه. حالا به خاطر نور پلنتی که روشه این جلبک میزنه، من حالا جلبک ها بعدم نمیاد، با حالم این سیان و باکتر البته، و هر از گاهی درشو میارم. اینجا هم جلبک مویی زده ولی هستن دیگه، مشکل برای ماهی که نداره، اینا کلا خودشون دوست دارن. این صدفزی ها قبلا جولی کرومیس هم توشون بود، جولی دکرومیس ها نه، جولی رگانی بود، متاسفانه تلف شدن و یادش هم میمون که من چون نمیرستم سیفون کنم، یکم سیفونش این برنامه شده تلاشه، ولی این یکی ها دیگه اوکی هم دیگه، خیلی خیلی وقت که دارن خوش و خورم زندگی میکنن. اولی ماهی پانکه که میبیندش، خیلی دوستش دارم پانکو، یعنی فوقلاده دوستش دارم، خیلی خوشگله. نمیدونم چرا همین بچه ندارم توی آکواریوم، شاید حالا نم داستانیسی، ولی خیلی دوستشم بچه بدن ببینم چطوریه، ولی نه فعلا قلم رو طلبی به جون هم میفته هم دیگر میتره کنه، ولی تخم خبر نیست، یه تخم خالی بریز. خب بیا غذا بدیم بهشون، ببینیم چی بهشون میدیم و چطوری هست. بچه من این ناناویت تروپیکال رو خیلی استفاده دارم، چون که همه ماهی ریزام اینو میخورن دوستش دارن، به اینا هم میدم و خب اینا هم دوستش دارن. اینا حواسم باشه مثل قبلی ها زیاد ندم. خب بشین ببینم الان دستم تو آب بود، یعنی قبل چیزی که جلبک ها رو مانده بزنم استرس کردم، ولی نه خوبه. ناناویت خوب میخورن. این نوره هم نور آکواسانه، یعنی یه ردیفی سوخته بعد دو سال برده، یکم عدید یه چشمک میزنه دیگه آخره عمرشه. خب فیلترش هم فیلتر هنگانه و هزگاهی هم یه تیغه میکشم روش جلبک ملبکاش بره. آبش هم که خیلی شفافه، یعنی درست جلوبک داره که میاد آب نگاه کنید، آب قشنگ شفافه شفافه، آدم حال میکنه نگاه کنه. یعنی اگه آب این آکواریوم تو فیلتر ضعیفی داره و آب این آکواریوم مثل آب این آکواریوم بشه خیلی خوب میشه. این نوری چرا اینطوری شد؟ آکو اصلا بنده بمون. خب حالا دیگه نوره دیگه آخرشه دیگه. دیگه کم کم نور خوبی هم بود، عجیب درسته یه سال دو سالی کار کرده، نه باید اینطوری شه بمونه LED، ولی خب کیفیت نورش بدی نبود، خوب بود. حاجی من این آکواریوم رو نگاه میکنم، مثلا دوستم فقط نگاهش کنم، نمیدونم چرا انقدر دوستش دارم. شفافیت آبش بد، میگم به خاطر باکتری خوب اون این فیلتر هنگانه آتمان هست، خیلی فیلتر خوبیه. HB0400 رو سایت بزنید خیلی قویه، 7800 هم پولیش به عنوان هنگان گرونه، ولی خب خوبه. خب این هم که هنوز اینجاست. خب این منطقه، این تو پذیرایی خونه است. خب و مهمونا که میان به صورت دالتونوار اینا رو میبینن و کسی تخت نمی کنه سمت ایشون بره، سمت ایشون حساب نداره. آبا هم شفافن. خب حالا اون که یکم خاکش مشکل داره، این آبا شما دور ببینید چه مشکل مشکل نداره، ولی یکم خاکشو نشستن، کثیفی خاکه. اینا که فیلتری نداره، یه شسته فیلتر اونجاست برای این چانا، اینا خودش کلا دوست نداره فیلتر. اونجا که کسی هم بفهمه این نورا پایین چطور داره میاد. و اینم که اوکی به این صورت دوستش دارم، ایده بهتر خیلی دارم، ولی بحث نگهداریش خدای من حال و حوصله نگهداری دارم، ولی چیزشو ندارم، وقتشو ندارم. و مثلا پلنت های خفن، تراریوم، مراریوم، ویواریوم، موساریوم، دوداریوم، وواریوم، هرچی ریوم داره رو بزنم، ولی فعلا با همین راضییم، حال میکنیم، عشق میدیم بهشون، عشق میگیریم ازشون. خب امیدوارم که شما هم دوست داشته باشین. نظرتون رو در مورد این ست تا فعلا بهم بگید. بریم تو اتاق. حالا تو اتاق من اینا بشینم رو تخت. ناکنید. حالا چه این بشه. خب. ناکنید. من اینجا بله.
ناکن این سه تا آکوارم نانای منه که این اینو دیدید شما. اینم دیدید وسطی هم دیدید. اینا که وسایل منه همیشه اتاقم شلوغه. این سیستم کامپیوتره. این ورم که پایینم نمیشه آتشخاله اینا ریخته رو زمین. اون کلیدم مثلا رو زمین این کیس مثلا پشت کامپیوتر نوشتم مثلا همش لپتاپ هم کار انجام میده ولی خب اینم هم توی بازه و اینو انبرده است و ساقبند کاراته و پاهام. خب ناکن اولین آکواریوم اینجا آکواریوم قبلا چیز بود؟ قبلا آکواریوم بلک واده پور تترا بود ولی الان شده بلک واده پور از تترا نئون. نزدیک 80 تا تترا نئون توشه که دارن با هم زندگی میکنن. یه سری نیلوفر همینطوری رو آبه، نمیدونم چطوری یه سری نیلوفر اینجا در اومده. یه عالمه کوریدوراست توشه، انواع اقسام کوریدوراست ها توشن. پاندا، استربای، نمیدونم فلفل نمکی. چوبه رو عاشقشم، خیلی خوشگل. تترا هم که با هم دیگه میچرخن دیگه، با هم دیگه همینجا اینجا میچرخن و حال میکنم. بعده اینا هم 5-6 روزه مونن تو آکواریوم ولی خب خوبه. غذا به اینا چی میدم؟ به اینا فیلترش میدم، یه فیلتر معمولی، یه نور معمولی، یه آنابیاس معمولی. و برای غذاش هم مجددن همین آنابیت نانویت میدم چون خوبه. حتی اینا یکم چون تازه اومدن یه مقدار غذا دادن بهشون باید بشین منتظر بونه عقب وایسیم نترسونیمشون بلکه یه چوسه غذا بخورن. حالی میشین میبینیم حالا از این زاویه. خب همینجا بشینیم تکون نخوریم اینا غذا بخورن. اول از همه کوریدوراسا شروع میکنم. یعنی کوریدوراسا وقتی اینطوری عقب جلو میشن و میچرخن یعنی بران غذا بخورن. بعد کم کم غذا که از سطح آب میاد پایین یه سطح آبی یه جنبشی بدون غذا بیاد پایین. چون این نمونا واقعا فکر کنم چه 5 روز نیست اومدن تو آکی باریم. آره نکن اینجا الان غذا اومد نمونا اومدن شروع کردن غذا خوردن و خیلی خوب غذا میخورن. تعدادشون 80 تا ها اصلا نشون نمیده 80 نمون توی آکواریومه. الان از این زاویه آکواریوم از این نمایی که بغلشه دارم ویدیو میگیرم 80 تا آکواریوم خب آور 80 نمونه. من آورم بلنشم روبرم بگیرم که نترسم. نمیدید 80 تا نمون بچه چند میشه؟ نه 10 تا من مفتم بگیری 1 میلیون ماهی توشه. هزینه کردم ها میبینی. دوست دارن نانو بیتو میخورن. قرص هم هر از گاهی براشون میچسبونه قرص اونم تروپیکال. من غذا رو اکثرا از تروپیکال استفاده میکنم حقیقتا ماجرا چون دوست دارم تروپیکالو. هم دکتر مومنی رو خیلی باش حال میکنم هم غذای تروپیکال خوبه. این آکواریوم نئون اومده توش به نظرم خیلی جذاب تر شده. خب و اگر نئونا یه مثلا 50 تا دیگه اضافه شه بالا هم بچرخن یا اینا استرسشون کم شه کم کم بالا بچرخن خیلی چیزه سکسی میشه. اگه این بلک وادر چیزه حقی میشه در حد خودش با یه چوب و یه چوسه شن و چهار تا دونه گیاه و یه فیلتر یه نور چوسکی واقعا به نظرم چیز خوبیه. این هم از این بریم بعدی. بعدی اینه، اینو براش اسم نذاشتم. یه آکواریومه سامپ داره ماهیران قدیمیه که من این وسط گفتم این لالوه چی جا بدم. یه گلفیش اول توش این تایگر بابا انداختم بعد دیگه حال نکردم تو این ابعاد تایگر بابا. یه دونه گلفیش انداختم توش اسمم نداره. اسم شما اگر اسمی براش دارید اینجا کامنت کنید واسم. یه گلفیش رد کپه که کاملا سالم خوشگل. اولین بار من دارم گلفیش نگهداری میکنم. یه دونه حلزون شاخ دارم توشه که روش جلبک بی بی ای زده که این جلبک بی بی ای رو به اون جاوا هم داریم. به این گلفیش چی میدم؟ اینم نانوید میخوره قرص هم میخوره. امروز چی بهش بدیم امتحان کنیم؟ بذار برم از این چیزا بیارم وایتلیتی ان کالر رو به این امتحان کنم اینو میخوره. اتاق من بچه‌ها سردترین اتاق خاورمیانه است. یعنی انقدر سرده. این غذای وایتلیتی ان کالر رو تستش کنم. امیدوارم که بخور. اولین بارم هم بهش بدم از این غذا. میدم حال میکنه اصلا
چقدرم زیاد میدم اینو، کلن دستم رفته به غذای زیاد. خب اولی که یکم اون گوگیجه میگیره میرم عقب تا غذا بیاد پایین، بعد کم کم بوی غذا رو اصولا باید حس کنه. بعد آها شروع کرد دهن زدن، گلفیش کلن اینطوری الان شروع کرد دهن زدن، هی دهن 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 اونجا گیر کرد، همیشه هم میره اونجا گیر میکنه. دوستان چیه؟ آها الان شروع کرد اینجا غذا خوردن، خدا رو شکر. بعدش هم نمیاد، داره یه توفی میزنه. خوب نیست بگو عوض کنم آجی. خوبه پس داره میخوره دیگه. داره میخوره، خدا شده منو داره میخوره جلو. بچه ها آبرومون نره. یه اس برش بچه ها انتخاب کنید، کامنت ها بگید ما یه اس برش بذاریم دیگه. این اس نداره، گلفی دوستش دارم، خوشگله، تنها داره زندگی میکنه. با این حلزون هم کاری نداره، با حلزون هم بی بی ای زده روش به خاطر حالا شرطی که داره. امیدوارم که من داره میبه پیام میکنه، پیام میاد روشم، پیام رو میخونم ببخشی. خب شما اسمش انتخاب کنید برام بفرستین حتما. و اینکه داشتم اینو میگفتم که این گلفی شما فعلا نگرش میخوام بدارم تنها توی آکواریوم که ببینیم تجربه شم چطوری دیگه. 4-5 ماه دیگه خدا اینو نگه دارم. خوشگله، رنگش خیلی خوشه، واسه زوم کنم روش، خلاص هم داره میخوره. ببینید رنگ باحال داره، استایلش هم بدی نیست نسبت به رد کپ های 100,000 تومانی که تو بازاره. 100 تومن دیگه، 100 تومن این الان 100-120 تومن بودشونه. و نگهداریشون خیلی راحته، اگه میخوای گلفیش نگهداری کنی تو چمین آکواریوم 10 لیتری هم میتونی نگهداری کنی. من الان دارم نگهداری میکنم، اوکی هم هست ماهی، نه جاش تنگه، نه فیلتراسیون خوبه، دما خوبه، غذاش هم میخوره و سیفونش هم که هر از گاهی انقدر آب کم میکنی آب میریزی دیگه راحت. یعنی نئون شاید بگی فرض تو که میگی وقت نرا، نئون یکم چالشیه. این نئونا لوکال بریده، یعنی نمونایی که تو ایران تکثیر شده و سر همین داستان. من این نمونه، اگه نمونه خارجی بود من 1,000 سال نمیریختم. خب نمونایی که تو ایران تو آب ایران تکثیر شده و عادت کم، یعنی اصلا نکنی 80 تا نمونه انداختم یه تلفات نداده. سر همین داستان آدم میگه خب چه اشکال داره باشه، وقتی تلفات نمیده خیال راحته، ولی بار خارجی با آب ایران آداپته نیست، تلفات امکان داره بده. نئون نئونایی که رو سایت گذاشتم بچه همین نئونان، اینو خواستم بهتون بگم. راستی من نزدیک فکر کنم 300 تا ازشون گرفتم برای سایت، تو سایت قرنطینه شدم و رو وبسایت نئون بخرید همینا رو از همین مدل براتون ارسال میشه. یعنی تو ایران تاکسی شدم و تلفات اصلا نداره، انقدر خوبه. اینم که دیدیم هم داره میخوره، بریم بعدی. آکواریم بعدی که اینجا ما کلی خزه داریم و سنگ معلقمون یکم پیچاش معلوم شده، باید اینوری بشه خاطر جریان آب. توتورو داریم و ماهیای عشق من، ماهیایی که تو شب این شارژ بیفه گوشیم شارژ کم میشه میگه شارژ بپا. خب نورش یکم اوکی کنم. ماهیایی که تو شب اینجا ما یه سری تترا امبر داریم، یه سری جترودای اون بالا میبینید، خافر لوبیایی توشه، میگو آمانو توشه. اینو باید از این دستگاه در بیارم بعد ویدیو بگیرم. ناکنین این تترا امبره، همین دیشون. این که پافر لوبیاییه که غذا نخورد، الان گوشنشون دارن لحله میزنن. این ور جترودایی اینا، انواع اصلا دهماشون رو پافر ها میزنن. تنها اکوانه که بخاری داره این ور کت گرین لیزارده، میبینیدش به این گره وسته، این آمانوه. و ناکنه من در این حد الان تنبرشنم که این پیچه نباید اینجا معلوم باشه، ببخش این پیچه نباید اینجا معلوم باشه، یعنی این باید اولا اینطوری باشه که پیچه معلوم نباشه. آن شیرین هم توش هست، یه عالمه شیرین هم توش. خب یعنی این مدلی باید باشه تقریبا. اولا که حرسش نکنم، اگه تو فیلترم پره، اون میبینید پره خزه است. خب و حرسش نکردم اینجا این گره رو مثلا باید بپوشونم، کلی کار باید تو یک کنم که حقیقتا نتونستم، یعنی وقت نزاشتم با باتشون برام
اولویت نبود. خب ولی این هم آکوارم به نظرم باحالیه، خواسته دیگه، قبول داشته باشین که روی سنگ رو هوا سبز نمیدونم خزن پر شده، آنابیاسار پوشون خزن کامل و خیلی باحاله. اینا قضیشی میخورن، اینا کرم خونی من بهشون میدم، چون چیزا کرم خونی میخورن، پافرا به اینا کلا من کرم خونی میدم. بذار غذا بدیم بهشون ببینیم. کرم خونی رو بریزم، بازم زیاد ریختم اشکال نداره، میخورن حاجی خیلی ریختم. من کف خارا و آمانا هستم. پی پافرا عشق کرم خونی، میبینی همشون مثل ماکارانی دستشون، دهنشون یعنی الان همه ماهی اینجا جمع میشه بل اتفاق، همه کرم خونی میخورن، حتی این بالایی هم گوشن، اینا هم میان پایین بعدن کرم خونی میخورن. بعد اینا رو یه نانوویت هم هر از گاهی تو آب میریزن. این گیرین لیزارده این چه باحالن، چه تو کرم میخوره نه نه یعنی بابا ببخش بابا آمانو هم اوناش، اینا که تو دهنش در حال درگیریه. حالا اصلا ماهی ها مهمترین چیز اینه که ماهی ها سالم هن. اینجا باله. خب آیا اینطوری هم میشه این اکواریوم اینو تاچ هست میزنی کوشش آیا میزنی این رای میشه آوری میشه این رای میشه این رای میشه. خب مهمترین نکته اینه که ماهی ها سالم هن، هم اینا همون ماهی ها که اون و حالا نگهداری این اصل نگهداریش رایش داره. حالا یکم مگر دکورم به هم ریخته سیفون هم شده از که این برم بشه چون قبول دارم خدای من واقعا به خاطر یه سری کارا باید بیشتر برسم با آکواریوم، یعنی من انتظار میره که چنین کاری کنم، ولی خب یکم من اونقدر نرسیدم، داداشم نباشه این بنده خدا این قضا رو دیگه بهشون میده، قضا رو سر فرصت میخورن سر وقتش. حالا خلاصه داستان این که بچه امیدوارم که از این ویدیو لذت بوده باشه، مایا دیده باشین. اولین فرصتی که یک کم خلوت داشتم، یک کم بتونم بیشتر رو خودم تمرکز کنم، در تاریکی یک کم بیشتر رو خودم تمرکز کنم، روی حالا خلاقیتم و اجراش و اینجور داستانم، حتما حتما نکره خفن‌تر میزنم و براتون ولاگ میگیرم. ببینید حتما نظرتون در مورد آکواریومم بگید، در مورد ماهیام بگید، اگه ایده‌ای دارید حتما بگید. خیلی خیلی همه کامنت ها رو میخونم و لذت میبرم، ممنونم بابت حمایتتون و امیدوارم که همینطوری کامیونیتیمون بزرگتر و بزرگتر تو یوتیوب بشه. اگر ما کامیونیتیمون یعنی آکواریوم میخواد پیشرفت کنه باید تو یوتیوب قوی بشه بچه، یعنی واقعیت همینه، یعنی ما با اینستاگرام و توییتر و این دوستان خوب شناخته میشه، ولی تو یوتیوب ما شخصیت دیگه میگیریم و میتونیم یه فضای بزرگتری ایجاد کنیم و یک کار بزرگتری کنیم و این خیلی مهمه. برای همینه که من یوتیوب همچنان تو یوتیوب ویدیو دارم، تو اینستاگرام دیگه هم ریلزای معمولی میذارم. خیلی ممنون که همراه من بودید، واقعا لذت بردم که باهاتون بودم تو این ویدیو. حتما کانال من سابسکرایب کنید، اگه سابسکرایب نکنید تو الان لایک کامنت شیر یادتون نره و از دستان فیش کیپه. و اگر دوست دارین بازم این ویلاگا بگیرم جاهای مختلف قرار به خونه بچه‌ها بریم و مغازه همه جا، حتما حتما تو کامنت ها بهم بگید. فعلا بیا.